سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو و یه گیم پلی دیگه. خب رفقا، توی این بازی میخوام این گردونه متیک جدید که حالا به هر حال اتچمنت هایی براش گذاشتم بچه ها، ولی میخواستم یه اتچمنت خودم بدم که قشنگ حال کنین. رفقا اگه اول ویدیو دیده باشین که خیلی گان گنگیه، حالا بیشتر اتچمنتی که براتون میذارم برای متیکشه، ولی میتونین به جای لیزر ازش ردات بندازین روش و استفاده کنین. خب رفقا، حدودا یه چند روزی هم بود که براتون ویدیو نگذاشته بودم و صحبت نمیتونستم بکنم. حقیقتا همین الانشم که دارم صحبت میکنم خیلی سختمه، یعنی نمیدونین، یعنی اینکه بگم سختمه چطور بگم، اینکه مثلا حالت اینکه سرفه زیاد میزنم و گلو درد و اینجور چیزا. خلاصه آره یه مقداری مشکلات داریم. بوم بوم وان شات. بچه ها بهتون گفته بودم R9، البته نمیدونم، یادم نمیاد، فکر کنم گفته بودم. به نظر من اگر دوتا انتخاب داشتیم بیوای و R9، R9 رو بردارین، چون احتمال وان شات کردن R9 خیلی بیشتره تا اینکه یه دونه بیوای دستتون باشه. حالا اینو متوجه میشین اگه زیاد استفاده کنین. به به، بنازم وید طلایی، یه دونه پرک طلایی اومد دستمون. یه دونه فنک هم میخوام. این فنک جونم جونم، ببین فنک بهم داد. فقط ان آرناینر رو نگاه کنین، دیگه انداختم، دیگه انداختم، فنک اومده دستم. فنک متیک، هیچ وقت به یه فنک متیک نه نگین. فقط ببین این بازی و الان رفقا با اون گانی که میخوام بهتون بدم، یعنی واقعا به نظر من خب همه گانایی که همه رایفلا، اکثر رایفلایی که تو بازیان یه چیز پشم ریزونی هن. الان اگه بخوام مقایسه M13 و یعنی مثلا این گان جدید رو بذارم، خدایی نمیتونم بگم که کدومشون یعنی بهتره. یعنی یه جورایی میشه گفت حتی اینم در رابطه با این که مثلا بخوای بگیم M13 بهتره یا این گانه، نمیتونم بگم بهتون یعنی کدومش بهتره، ولی خدا وکیلی بین همه گانا یه گانو بخوام انتخاب کنم اون فنکه. چون خدایی نگاه کنین، اولا متیکش خیلی کیل افکتش قفنه، کلن دوست داری باش کیل بزنی. دو من اصلا کلن گانیه که صدم ثانیه زوب میکنه، نگاه کنین اصلا خدایی این متیکش پیتووینه. اگه خط درست میگرفت میزد منو اینجا میترکن. خب تا اینجا 5 تا کیل زدیم تو فارم. نگاه کنین فقط اینجا این کمپر رو، این کمپر رو نگاه کنین، وستم نداشتم، شانس آوردم. قدرت فنک دیگه، اگه فنک نداشتم اینجا من میمون. نگاه نمیذارن دو تا آرمان من بردارم. این یارام چقدر رو مخن. رفقا بعد براتون از پینگم هم نگم که نت ایرانسل و حدودا پینگم 60-70 اینا نمیاد پایین تر، یعنی 70-75 اینجوری، اصلا یه پینگ داغونی دارم. ولی با این حال کلن گفتم این لاکیه، یعنی این اتچمنتی که اینو نداده بودم، گفتم ازش نگذریم و براتون یه اتچمنت بذارم. فقط الان جلوتر یه چند تا تکبه اسکوادم جمع میکنم، یعنی فکرم یه دونه است. آره فقط نحوه پوش دادن منو ببینید با این گان جدید چطوری باش راش میدم و چطوری اسکوادا رو میزنم، خودتون ببینید که چطوری میشه با این گانه قشن کنار اومد و بازی کرد. به نظر من از اونجایی که من بهتون گفتم گانه M13 قوی ترین گانه این رایفله، اگه دقت کرده باشین گفتم قوی ترین رایفل این سیزنه، رفقا این حتی این گانه هم میشه توی اون دسته به نظر من قرار داد و جزئی حدودا یک دسته قرار میگیرن از لحاظ قدرت. یعنی تفاوت آنچنانی من بین این گان و اسمش چیه، این گان و اون M13 من پیدا نکردم و گان خیلی خفنیه و اتچمنتش رو، برای اتچمنتش حتما ویدیو رو کامل. الان اینجا کشیدمش بیرون 50 تا تیر میخوره، اصلا چیز گان. نگاه کنین عالی، کیل افکت خدای حال، یعنی حال میده. حالا نگاه کنین رفقا، رسیدم به یه اسکواد، دیدم یه دونه دراپ. چجوری فهمیدم اینجا یه اسکواده؟ دیدم یه دونه از ایر دراپا لوت شد. نگاه کنین رفقا، توی وقتی یه اسکواد میبینین باید اولا تا متوجه نشدن حداقل دو تاشونو بندازین. الان این اولیه رو من با این گانه میندازم که دقتش چقدر باست، دومیه رو سویچ میکنم، راشم و داده سری دومیه رو میزنم، دومیه رو که زدم دیگه نمیذارم اونا ریوایف کنن. نگاه کنین راشش رو دادم، یعنی اگر راش نمیدادم میخواست ریوایف کنه، دیگه راشش رو میدم و اونم فنکه اگه اشتباه نکنم. خب دیگه راشش رو میدم و این یکی هم میزنم. خب بزن ببینیم، یکیشون هم که الان فرار میخواد بکنه
نگاه کنیم سویچ گان، سری گانم رو سویچ میکنم، دقت تیر گان رو نگاه کنیم، خدایی در حد یعنی M13 و نگاه قدرتش رو، خدا وکیلی. حالا جلوتر نگاه کن یه اسکواد دیگه هم میخوره بهمون. به این بازی من اولاش گفتم انمی شاد نباشه، اصلا میخواستم لف بدم، با یار رندوم هم اومدم میخواستم این گردونه جدیده رو براتون اتچمنتش رو بذارم، بعد فکر نمی کردم انقدر پلیر تو بازی باشه، میخواستم لف بدم، بعد که اومدم دیدم آره انمی هست اینا، گفتم بذار چه بهتر، بذار گانه رو بکشیم بزن. نگاه کن یکی دو تا، ببین فقط سرعت، به خدا حاضرم شرط میبندم M13 به این سرعت نمیندازه، کیل افکت رو برم. خب حالا دیل دو تم اینا میزنیم و 50 تا تیر میخوره، اگه یه دونه وید هم براش بندازیم که دیگه واه 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 چه پشم ریزون. بعد موبیلیتیش هم اونقدر کم نیست، یعنی موبیلیتیش هم دوروبر 60 50 60 اینا اوکی، یه موبیلیتی اوکی داره. رفقا این گانو از دست ندین، یعنی این گانی که دارم بهتون میگم و در حد گان M13، یعنی یه چیز پشم ریزونیه، اگه بگیرین روی انمی این طرف پشماش میریزه، یعنی میگه خدایا این گان دستش چی بود، با چی منو زد، این در این حد گان سمیه. نگاه کنین حالا این یارمون انقدر بدم میاد کیل دزدی میکنه ازم، خدا کیلی خیلی رو مخه دیگه. الان یار من نگاه کنین وستش ترکی، دست درد نکنه، خیلی زحمت کشید، واقعا ممنونم ازت، یعنی در تلاش های شما نبود من نمیدونستم چجوری این بازی رو میکنم. ممنونم از همه تون رفقا. فنک واقعا رفقا الان اگه بهتون بگم یه اکانت اگه میخواین داشته باشین، چه اکانتی باشه، یعنی یه اکانت اگه میخواین بخرین یا اگه یه دونه گان لژند میخواین داشته باشین، چه گان لژندی رو بزنین، واقعا بهتون میگم M13 فنک، یعنی M13 فنک، فقط این دوتا. حالا اگه واقعا این گانه هم الان هنوز نرفته، خب من خودم روی اکانت های مثلا دوستان بیشتر بازی میکنم و کلن گانو اینا نمیگیرم، اگه حالا خیلی ها به من گفته بودن مسعود چرا مثلا لاکی اینا نمیزه، خب وقتی اکانت دوستام هست چرا، یعنی هر تایمی هم بخوام میتونم روی اکانت هاشون بازی کنم و وقتی اکانت هاشون هست چرا لاکی خودم برم بزنم. بزن یه میلیون خورده ای پولا لاکی آدم بده که چی بشه الکی، تازه آره دیگه داشتن از خصیصی. خب نگاه کنید رفقا الان اینجا فقط یه نکته رو میخوام بهتون بگم، من حدودن میخواستم اونا حدودن که چی، میخواستم ریوای بشن چون کیل نداشتم، اصلا نگاه کنید طرف سرش انداخته پایین داره میره، اصلا یه وضعی بعضی ها خب اصلا سنس بازی ندارن رفقا، جدیدن خب قبلا اگه بازی میکردیم همه یه کاور میگرفتن یه فایت درست حسابی میدادن، الان تنها چیزی که همه میخوان انجام بدن اینه که یه گان نزدیک زن بردارن برن نزدیک طرف یه متری طرف توی فایت 50-50 نگاه کنی موفمنتی که زد باز شد نمیره اینجا و من دیگه حوصله نداشتم با این گان بزنم حقیقتا. بعد رفقا یه نکته رو بگم، نگاه کنید گانای نزدیک برای فایت های نزدیک و گانای رنج دور برای فایت های رنج دور، نگاه کنید الان من میتونستم با اون یکی گانه بزنمش خب ولی نزدم، چرا؟ چون گان فنک دارم، گان دومم گان نزدیک زنه، خب نه اینکه یه دونه گان نزدیک زن مثل شاتگان یا فنکو برداری کل فایتاتو بخوای بری نزدیک انمیا همه رو از نزدیک بزنی، فایت دور با گان فایت دور، فایت نزدیک با گان فایت نزدیک، اینطوری این سبک بازیه، این ذهن بازیه، این هوش بازیه، خیلی ها دیگه اینطوری بازی نمی کنن. الان نگاه کنین میگیریم روش قشنگ، نگاه کنین دقیقا داره با گان نزدیک زن میاد. خب دیدم یه اسکواد دیگه هم پشتم، سری نینجا زدم موقعیت عوض، نگاه کنین الان دیگه میبینم میخواد بیاد نزدیکم، فنکو میگیرم اصلا ندید بستم تیر، دقت کردین پشمام یکی از کجا اومد، یه دونه دیگه اسلاید خواستم اینم بزنم که زدن. خب رفقا به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم این آموزش و این اتچمنتی که براتون میذارم حتما استفادهش کنین رفقا، نظراتتون هم توی کامنت ها برام بنویسین، یادتون نره به جای لیزر براش یه دونه ردات بذارین اگه متیکشو ندارین، خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکیم، کوچیک کوچیکینا، تا ویدیو دیگه، تا درودی دیگه، بدرود.